مدرود خدمت تمام عزیزان و سروران گرامی تو این ویدیو اومدم در مورد سنگ های قیمتی یه توضیحی بدم خیلی ها پرسیده بودن که نشانه های سنگ های قیمتی و از کجا تشخیص بدیم و چه حالا شناسایی کنیم سنگ های قیمتی رو که من چند تا راهو که حالا از همه آسونتره و راحتتره گفتم بهتون توضیح بدم سنگ های قیمتی یا گوهر های قیمتی تو دنیا زیادن هم متنوع هم زیاده و هم زیبایی حالا زیادی دارن و همین تنوع سنگ ها باعث شده که خیلی وقتا حتی اونایی که تو کار سنگن هم تشخیص سنگ های قیمتی براشون سخت باشه و با مشکل مواجه بشن در گذشته هم پادشاه ها حالا یا اشراف ها خیلی موقعی که حالا سنگ قیمتی رو استفاده میکردن به مشکل می خوردن یا اون کسی که حالا میخواست سنگ رو بهشون هدیه بده یا حالا بگیرن باعث مشکلاتی می شد چون شناساییشون سخت بود یا کت سیاه جز سنگ های هاییه که خیلی یعنی همیشه جواهرشناسا حالا یا کلکسیونرها تو تشخیصش با مشکل رو بودن یکی از سنگ هایی که یاکوتیسی یا هم کم یا به ها و همین که شناساییش خیلی سخته خب از گذشته از گذشته حالا از دوران باستان تا حالا برای تشخیص بیشتر مواقع از روش چشمی یا همون نگاه کردن به سنگ استفاده میکردن. ولی الان حالا روش های زیادی هستش که من حالا اگه 6 تا 7 تاشو انشالله تو این ویدیو بهتون توضیح میدم حالا اونایی که علاقه دارن توجه بکنن حالا روش های زیادی هست ولی خب این روش هایی که میگم حالا 6 7 تایی که هستش آسون تریناشو دارم میگم که خیلی حالا سخت هم نشه بتونی راحت تشخیص بدی نکته ای که باید خیلی هم توجه کنی اینه که سنگی که اولا سنگی که دست حالا داری یا میخوای بگیری یا حالا پیدا کردی اول اینکه سنگ باشه شیشه نباشه یا حالا سنگ مدنی نباشه یعنی جز سنگایی باشه که بفهمی حداقل ارزش داره خب این نکته ای که مهم بود و اینکه یکی از روشهایی که حالا میشه گفت مثلا روش اول ای که سنگی که دستته سنگ سخت و شنی نباشه یعنی سنگایی هستن سختن ولی حالت شنی مانند خاکی داره و راحت مثلا تکه تکه میشه جدا میشه و اینکه نباید نرمی نرمی داشته باشه که به راحتی حالا با ضربه با یا هر چیزی با ابزاری مثل حالا قلمی سوزنی یا انبری چیزی بتونی از اون سنگ تکایی بکنی یا تکه تکه بشه اون سنگ که این اولین راهشه یعنی اگه سنگی دیدین که راحت تکه تکه میشه یا حالا تکاش به راحتی با یه چیزی ازش کنده میشه یا خط میفته روش بفهمی که اون سنگ جز حالا قیمتی که نیست شاید نیمه قیمتی باشه شاید هم پایین تر باشه ولی سنگی که پیدا کردی ارزش آنچنانی نداره و اینکه سنگت باید حداقل شکل کریستالی داشته باشه و اون سنگی که داری راحت به اون راحتی برش نخوره یا اگه بخوای برش بدی حداقل با دستگاه ساینده ها یا دستگاه برشی که حالا برای برشکاری سنگ ها استفاده میشه بتونی شکل بدی اگه اونقدر سختی داشته باشه که با دستگاه برش بدی یا شکل بدی بدون که اون سنگی که پیدا کردی یا داری جز سنگ های قیمتیه بعضی وقت سنگ هایی هم هستن که خیلی کاربرد دارن تو صنعت جواهرسازی و اینا مثل مروارید ولی جز سنگ های قیمتی به حساب نمیاد یا تنه درخت هایی که فسیل شدن به مرور زمان حالا زیر خاک فسیل شده و شبیه سنگ شده و درخشش و حتی رنگ های زیبایی هم داخلش هست ولی بازم این هم جز سنگ حساب نمیاد یعنی سنگ های قیمتی جز خانواده سنگ های قیمتی نیست دومی را اینه که سنگ ها رو حالا با سختی که داره بتونی تشخیص بدین که تشخیص روش تشخیص سختی سنگ ها اینه که اون سنگی که حالا دستته یا میخوای بخری یک کم سختیش از شیشه بالاتر باشه تو ویدیو های قبلی هم در مورد سختی سنگ ها توضیح دادم باید اون سختی که داره حالا یک کم از شیش بالاتر باشه اینکه بتونی اون سختی سنگ و حالا با یه وسیله حالا دستگاهی سوزنی هر چیزی بدون اون سختیشو یک کمی به دست بیاری که حداقل بفهمی از شیش بالاتری یا نه خب سختی سنگ باعث نمیشه که بشه اون سنگو مثلا کامل بشناسیم چون سنگ های زیادی هستن که توی یه رنجن و مثلا میبینی صد تا سنگ داریم سختی 6 یا هفت یا هشت بخاطر همین از روی سختی نمیتونی تشخیص بدی که مثلا سنگی که داری اسمش چیه یا جنسش چیه فقط میتونی بفهمی که اون سنگی که داری قیمتیه چون اگه سختیش از 6 بالاتر باشه بره هفت هشت میفهمی که سنگی که حالا داری جز سنگهای قیمتی هستش پس سختی برای شناسایی نوع سنگ نیست فقط برای اینه که بدونی سختی بدونی که سنگی که داری قیمتیه نیمه قیمتیه یا بیارزشه <applause> یکی از راهایی که حالا برای ش... تشخیص سختی سنگ استفاده میشه از الماس استفاده میکنن یا دستگاه های حالا که هستش مثل اون دستگاهی که من گرفتم و خیلی از ویدیو ها ازش استفاده میکنم برای تشخیص حالا سختی سنگ ها سومین سوم یا سومین راه برای مثلا اینکه تشخیص بدیم اینه که سنگی که دارین بلوری باشه یا سنگ حالت کریستالی داشته باشه و هر زاویه ای نشه اون سنگ رو مثلا تکه تکه کرد یا جدا کنی به راحتی ازش جدا نشه این هم روش سومش بود چهارمین روش یه خراشه قبلا هم گفتم چجوری به دودین دستگاه بتونی سختی سنگ رو بفهمی که یکی از روشاش خراشه که روی یه تیک سرامیک یه خراشی میندازی حالا خراش رنگی بعد یه جدولی داره که از رو اون جدول میشه نوع اون سنگ حالا به اون جدول علمی که وجود داره و از اون خراشی که روی سرامیک انداختی از روی رنگ اون و اون خطوطی که افتاده سنگ مورد نظر از تو اون جدول بتونی بیرون بیاری و بشناسی که نوع سنگت چه نوعه و جز کدوم خانواده حساب میاد روش پنجم اینه که حالا شکل کریستالی اونو با چشم یا آزمایش هایی که حالا انجام میشه اتما و مولکول هایی که حالا اتم ها و مولکول های اون سنگ رو تشخیص بدن و با این روش حالا بتونن بفهمند که اونم برای آزمایشگاه است یعنی هر کسی نمیتونه از این روش برای شناسایی سنگ های قیمتی استفاده کنه ششمین روشش هم اینه که رنگ سنگ یه رنگ هر سنگ حالا متفاوته ولی بازم به این نمیشه استناد کرد بخاطر اینکه سنگ های دیگه هم داریم میبینید مثلا 20 نمونه سنگ با یه رنگ وجود داره و میار خوبی برای تشخیص نیست ولی حالا تا حدودی میشه مثلا اگه رنگ بنفش باشه میفهمی که آقا جز مثلا اون هفتا سنگیه که حالا قیمتی حداقل تا حدودی میتونی تشخیص بدی ولی دقیق نمیشه شناسایی کنی مثلا یاقوت رنگ های مختلفی داره سبز داره زرد داره صورتی داره و خیلی وقت هم با سنگ دیگه اشتباه میگیرن به خاطر که یاقوت هفت تا رنگو فکر کنم داره یا حتی سنگایی هستن شبیه الماس مثل در نجف قبلا توضیح دادم یا همون مروارید نجف که جز خانواده عقیق زیر مج... جز خانواده یعنی اه سنگای اه کریستالی یا همون سنگایی هستن که حالا با اینکه رنگش سفیده جز خانواده مثلا سنگ های کریستالی یا کوارتز و زیر مجموعه هم میشه خانواده عقیق که خیلی وقتا هم با الماس اشتباه میگیرن بعضیا فکر میکنن حالا یه سنگ پیدا کردن سفیده الماس پیدا کردن یه چیزی هم که الان دیگه خیلی مشکل ایجاد کرده کشورهایی مثل چینه که خیلی شبیه سازی میکنن یا با فرمولا حالا با علم فناوری پیشرفت کرده کریستال سازی و شبیه سازی میکنن و باعث میشه که نتونی با رویش چشمی سنگایی که قیمتی تشخیص بدی و روز به روز هم این علم چون پیشرفت میکنه رویش تشخیص سنگ اصل از بدل خیلی سختتر شده حالا هفتمی راهش استفاده از همین دستگاه سختی سنجه که بهترین راهه حالا حتی خیلی هم هستن از قلم مثلا قلمایی که سختی سنج قلم هست چند نمونه هست که برای سختی سنج سنگ ها هست استفاده میکنن یا همون دستگاه تستر سنگ که روشی های مختلفی هست حالا که علم از اون وره که پیشرفت میکنه سنگ ها رو دستکاری میکنن یا بهسازی میکنن از این وره هم داره پیشرفت میکنه دستگاه هم داره میاد که برای شناسایی سنگ ها و سختی یا اصل از بدل یکم راحت تر میشه این روشهایی بود و نکاتی بود که گفتم در مورد سنگ های قیمتی بهتون توضیح بدم اگه سوالی چیزی باشه تو ویدیوهای بعدی در مورد سنگ ها توضیح میدم خب لایک و کامنت و سابسکراب یادتون نره حمایت کنی تا سلامی دوباره یا آموزش دیگه یه ویدیو دیگه بدرود